صبح خیر بیننده ها، باز هم و شما بیننده ادامه صبح زندگی هستن از تلویزیون آریانا، آریانا نیوز و 98.5 FM که رادیو ماست. امیدوار هستم که خوش گذشته باشه برتان تا ایدم لحظات صبحتان و در بخش برنامه باز هم مهمان دارستم. روزیه رضایی فعال اجتماعی هستن، دختر خانم بسیار موفق و با استعداد و امروز هم کلن در مورد کارهایی که انجام دادن در مورد فعالیت هایشان صحبت ها را امرایشان می داشته باشیم. روزیه جان خوش آمدن، صبحتان بخیر. سلام و صبح بخیر. گویان سلام، طلایی ترین کلید برای صعود به تالار آشنایی هاست. پس صمیمانه ترین سلام و صبح بخیری ما تقدیم شما بانوی گرامی و همچنان بیننده های گرامی که از طریق پرده تلویزیون و از برنامه زیبای صبح زندگی تماشاگر ما هستند. امیدوارم صبح و هفته قشنگ را آغاز کرده باشید و همچنان زندگی به کامتان خوش باشه. انشالله الله همین. چقدر پیام زیبا را رازیا جان هم شروع برنامه بر ما شما داد. لطف دارید. رازیا جان پیش از اینکه بالای قصه های دیگه و صحبت های دیگه بریم، اول برام بگو که رازیا کیست؟ سلامت باشی بانو. رازیا رضایی محصل سال دوم فلسفه و جامعه شناسی دانشگاه کابل هستم. بسیار خوب. محصل و در عین حال مؤسس آموزشگاه خیاطی، حرفه خیاطی رازی و همچنان روباندوزی و همچنان کارگاه تولیدی که جدیداً برای بانوانی که نیاز اقتصاد ضعیف داره و یک زمینه اشتغالزایی برشون ایجاد کردیم که روز سه‌شنبه افتای کارگاه داشتیم و حدود 50 نفر دانش آموز رو کار آموزان خود رو اونجا مصرف کار کرد. چقدر اقدام خوب و اقدام بزرگه. میشه در مورد کارگاهتان معلومات بتن؟ اولی که همه ما یک هدف می داشته بله. باشیم برای که یک کار انجام میدیم، صبح از خواب بلند میشیم و پنتون میریم به وظیفه میریم. هدف از اینکه خودتی کارگاه را ساختی روز سه‌شنبه آغاز کردی چی بود؟ بانو جان اولی که ما و شما وقت که در درون مردم زندگی میکنیم زمان میتونیم اقدام به کار کنیم، خود ما شخصی از درد مردم آگاه باشیم. ما یک چنل یوتیوب داریم به نام رازی میدیا که بخش کمک رسانی با فامیل های نیازمند فعالیت میکنیم که بیش از یک سال میشه اونجا فعالیت داریم و فعلا خوشبختانه بیش از 2000 فامیل را ما تحت پوشش داریم. فامیلی که یتیم هستن، بی سرپرست هستن، حتی بزرگترین دغدغه ایشان داشتن چند تکنان در سر سفره خود هستن. که ما زمستان قبل یک نانوایی به نام نانوایی رازی افتتاح کردیم که حدودا بیش از 100 فامیل یا 200 فامیل حدودا 2 الی 3 ماه از اون نانوایی نان دریافت می‌کردن. که این نانوایی به این که روزانه کارت داد توزیع کرده بودیم نان دریافت می‌کردن که ما یک سلسله امو اعتبار کاری که مدتی که فعالیت داشتیم از جمع خیرینی که با ما همراه هستن اون نانبایی رو افتتاح کردیم و بعد در کل زمستان و فامیل هایی که تحت سروی داشتیم، کمک هایی که توزیع میکردیم، این نمیتونه بسنده باشه چون ما و شما بتونیم کاری کنیم که بتونه مشکل کاملا از بین ریشه‌کن کنه. که ازش ما تصمیم گرفتیم کاری رو ایجاد کنیم که یک فامیل یا یک خانم، یک مادر از توانمندی و ظرفیت شخصی خود بتوانه نیازمندی فامیل رو برطرف کنه. که جمله آموزشگاه خیاطی رازی رو ما پارسال زمستان ایجاد کردیم که تا امروز خوشبختانه بیش از 400 نفر از دختر خانم‌ها و مادران رو ما آموزشگاه فارغ کردیم. که کارگاه خیاطی رازی رایگان است. به طور رایگان. چون فامیل ها، مادرها و خواهران کسانی هستند که اینا به شدت مشکل اقتصادی دارن. با آن که در کارگاه ما مصرف کار هستند، در آموزشگاه مصرف تحصیل و کار آموزی هستند، ما اینا رو تحت پوشش از این داریم که توزیع های کمک داشتیم اینا رو باید سهیم کنیم. چون یک کسی که بزرگترین دغدغه ایشان تکنان خشک باشن، معمولا اونا راحت درس خوانده نمیتونه، اونا یک حرفه رو آموخته نمیتونه و در عین حال اکثرشان چون مسافه راهشان از آموزشگاه ما دور بودن، حتی در کرایه راهشان باشون همکاری میکنیم. بسیار خوب. و امروزی که روز سه‌شنبه ما برنامه داشتیم، تانستیم دور دومین دور جشن فراغت از کارآموزان خود را و همچنان کارگاه تولیدی ما 4 ماه است فعالیت داریم و امروز ما رسمی برنامه افتتاحیه داشتیم که تونستیم از این جمله ما 130 نفر فارغ داشتیم. از 130 نفر ما 21 نفرشون با جوایز همچون اوتو، قیچی و همچنان خطکش که در بخش خیاطی استفاده میشه با جوایز تقدیم کردیم و سرتیفیکت هایشان توزیع کردیم. این میشه یک انگیزه شد برای بانوان سرزمین ما. دقیقا. و هم سلامت. چقدر یک
اقدام همه جانبه است. از صحبت های رازیه جان میره دریافتم که به همه جوانبه زندگی یک زن یک دختر فکر میکنن و کوشش میکنن تا حد همه جوانبشان در دست بگیرن و اونا را حمایت بکنن که کار هر کس نیست. رازیه جان ما بیشتر از سازمان ها یا بیشتر از اشخاص که حمایت میکنن بس. یا برای خودنمایی یا برای نفع شخصیشان یا تو کمک میکنن که شاید یک هفته دو هفته ادامه داشته باشه و مشکلات اونا را حل کنه دوباره به حالت اولی خود برمیگردن. پیش بعد از اینکه سرگه پای دیگه بریم و پلان های آینده اول میخواییم در باره ای که ای حس از کجا شد؟ ای تصمیم از کجا شد؟ چطور خواستی توی یک کار بر مردم انجام بدید؟ بانو جان انسان زمانی یک درد در جامعه احساس میکنه که خودشان در درون جامعه باشد. از این سروی هایی که از فامیل ها داشتیم این درد به ما ایجاد شدن و دوره محصلی که خود ما دوره سختی گذران کردیم و فعلا من یک خانه گرفتم به حیث یک لیلیه که برای محصلین 15 نفر از دانشجویان محصلین در او خوابگاه ما هستند که اونا را مثلا کرای ساختمان بل او و سوخت زمستانیشون رو ما توزیع میکنیم که این هستن یک حسی هستن دوره محصل یک دوره سخت خود ما گذراندیم. اینی به این منس و همچنان این نمونی رو باندوزی که من اینجا آوردم بله بسیار زیبا اینا یکی از دست آورد یا یک از نمونه کاری یک از شاگردان آموزشگاه ما هستند که اینا از طریق زمین میتونه نان آور فامیل خود باشن و در کنار هدف از ایجاد آموزشگاه و همچنان این کارگاه تولیدی ما فقط 3 هدف دارم: استقلال شغلی، توانمندسازی و همچنان خودکفایی بانوان سرزمین. چقدر عالی و همی است که یک زن قدرتمند میشه، همی است که یک زن به پای خود میسته. و جدا از این رو باندوزی گفته بله. ما جدید نام ششنیدیم، البته ما بسیار از این مثال ها رو دیده بودم تو در فضای مجازی در کشورهای خارجی که بیشتر بله. از او اشخاص میدوزن، شاید او هم از کشور خود ما بر اونا صادر شوه. دیگه غیر از اینکه اینا رو باندوزی میکنن دیگه مصروف چه حرفه هایی هستن خانم؟ بانو جان اولی که در قسمت رو باندوزی که ما حدودن 3 نفر شاگرد داریم و استاد داریم در قسمت کار میکنن که اینا رو ما به فروش میرسانیم یا از خودشان به فروش میرسن که میتونه نانآور فامیل خود این طریق باشه. و حرفه خیاطی که فعلا در کارگاه تولیدی ما 50 نفر از خانوما مصرف کار هستند، چون ما مال را از یک مارکت وارد میکنیم، کار میکنیم، فکر لباس مواد خام در کارگاه ما وارد میشوه و ما یک لباس جدید با یک بک‌گراند و درست مواد پخته وارد میکنیم که فکر کو دوباره صادر میکنیم از کارگاه خود که اونا یک مزد داره، بالخصوص چرخکارا و همچنین کارآموزانی که در کارگاه تولیدی ما هستن اونا امرار معاش میکنن. فکر کو یا هفتوار 2000 الی ماهانه تا 6000 الی 10000 که دریافت میکنن، اینا میتونه سهم ارزنده و اساسی در فامیل خود در اقتصاد دقیقا. جامعه فامیل نقش و کم کم میتونن که خودشان یک تجارت خود آغاز بکنن، خودکفاش که ما جدیدا از در بخش جواز رفتیم در وزارت در بخش اتاق تجارت زنان افغانستان سنه افغانستان اونجا هم ثبت شدیم تا ما بتوانیم این بانوانی که هنرنمایی میکنه فکر از بخش صنایع تولید داره اینا باید حداقل به طور گسترده یا زمینی شان ایجاد شه و اینا بتونه خوبتر از زمین من به درآمد بسیار خوب. در مورد قیمت هایش هم میفهمن ربان به نظر شما چقدر باشه قیمتش؟ بانو دقیقا اینه میگول دانش آموز ما کارآموز ما کار کردن به مبلغ خوب به می رختشان و کارشان کلن 800 افغانی خودشان دوخته. 800 افغانی چقدر قیمت در حالی که اگر واقعیتش قیمت باشن خوب باشن بیش از 2000 ارزش داره و بالاخره چوکات کنیم اما قیمتشان تا 2000 افغانی میشه. بله 2000 افغانی که بانویی که سر از اینا کار کنه 2000 افغانی بله بفروشه میتونه خیلی سهم از زنده در فامیل بله ارزش هنر اینا، ارزش توان اینا، ارزش انگیزه اینا اصلا بهایی نداره، بسیار زیاد هم هست. رازیه جان همه چیز از یک حمایت آغاز میشه، خودت را که حمایت کرد که قدر یک انگیزه خوب، قدر یک اهداف خوب برای زنانت داشته باشی؟ اولی که در یک جامعه بالخصوص از خانواده
پدر، مادر و اطرافیان ما سهم اساسی در روحیه داشتن یک فرد داره. من یکی از صنف اولی مکتب، وقت شامل مکتب شدم، دوباره فارغ شدم، این پدر مادر بودن که تشویق میکنن، آره دخترم تو میتوانی شخصی موفق باشی. میگن آرزوی این هست یک روز از یک منبع معتبرتر و بالاتر مستر خدمت به کل جهان معلوم شود، که این هر کاری از یک نقطه آغاز میشه. دقیقاً. تو باید با پشت کار و توانمندی ادامه بدیم مسیر خود را، که در قسمت بعد این که خودم در دانشگاه کابل بعد از سپری کردن امتحان کنکور موفق شدم، همزمان با دانشگاه رفتن ما بده با کارهای فعالیت های اجتماعی آغاز کردم، که جمله دوستان میتونه از طریق کانال یوتیوب رازی میدیا که خلاصه ما کل فعالیت هایی که داشتیم از اونجا به نشر رساندیم ببینن. بله واقعا رازیه جان خودش یک الگو است بر تمام دخترانی که درس میخوانن، تنها درس خوان با درس خواندن اکتفا نکنن، با اهداف و آرزوهایی که دارن از همیل شروع بکنن، چون این دنیا، این جهان قانونش پله به پله است. بله. و به هیچگاهی ما نمیتونیم که به یک بارگی به هدف بلند ما برسیم. رازیه جان میخواد که از یک منبع بسیار بزرگ کمک بکنه. حالا هم بسیار بزرگ است رازیه جان، حالا هم که اقدامات را کردی، شاید در افغانستان دو سه نفر از دختر خانم ها بتانن ای از مو اراده را داشته باشن و این کار انجام بتن، و انشالله که با او ارزوی تم برسی و بتانی که دست هموطنان، دست دختران و زنان رنجدیده وطن ما را بگیری. تشکر از اینکه به برنامه ما هم آمدی و بسیار خوشحال شدیم که خود تا در برنامه با خود داشتیم. واقعا خودم هم روحیه گرفتم و مطمئن هستم تمام بیننده ها هم روحیه گرفتن. پیام اگر گفتنی باقی مانده باشه یا هر چیزی که در قلبت باشه میتونی که با هم بیننده ها شریک بشی. سلامت باشی. اول اینکه یک هدیه کوچیک از طرف آموزشگاه ما تقدیم برنامه شما باشن و دوستانتان. و ما پیامم به همه نهادهای داخلی و خارجی، بالخصوص به هم نسلانم، این است که زنان افغانستان قهرمان ترین زنان است. دقیقا. در این شرایط سخت با وضع محدودیت ها باز هم تلاش میکند که در کنار خانواده، بالخصوص در جامعه نقش اقتصادی داشته باشه، کمکگاری باشن. و بیاییم ما از کمک هایی که توضیح میکنیم یا بالاخره کاری کنیم که زمینه اشتغالزایی برای بانوان ایجاد شود. چون هر بانوی ما توانمندی شخصی داره. حداقل بالخصوص در کارگاه تولیدی یا جاهایی که بانوانی که بالخصوص در اواخر دانش آموزان، دانشجویان رو به حرفه خیاطی، رو به صنایع دستی آوردن، چون دروازه های مکاتب بسته است. اینو چون ما در کارگاه خود حتی شاگرد از صنف 10 مکتب تا 12 مکتب داریم و بهترین کسانی هستند که در تولید در اقتصاد فامیل نقش ارزنده داره. پس بیایید زمینه اشتغالزایی برای بانوان ایجاد کنیم تا اینا بتوانه از توانمندی شخصی خود در جامعه و فامیل خود سهر باشه. سلامت بشین. فقط یک پیامی میگیم، وطن در انتظار آفتاب است، امید یاری سبز بهار است. و او آفتاب هم دختران موفق مثل رازیه جان، جوانان موفق ما که قدر انگیزه خوب دارن حتما به وطن میارن. و بسیار تشکر از این تحفه زیبایی، حتما به خاطر یادآوری قدرت زنان، به خاطر زیبایی دست دختران ما میشه در بک‌گراند برنامه ما میباشه و ما همیشه افتخار خود کردیم و افتخار میکنیم هم. رازیه جان روز خوب و خوش را داشته باشی، انگیزه دادی بر ما، همکاران ما که در بک‌گراند هستن، و مطمئن هستم به تمام بیننده ها انشالله که همیشه موفق و کامگار بمونی. سلامت باش بانه، همچنان موفق باشی. این که در این شرایط میایی در استیج حاضر میشی و بتونی بر بیننده ها یک پیام نیک داشته باشی، یک انگیزه عالی انتخاب، این قابل قدر. تشکر. همه ما در مو محوطه خود کوشش میکنیم که رسالت ما را انجام بدیم. و بیننده ها تشکر از شما هم که ما را همراهی کردن. امیدوارم مثل رازیه جان رازیه های در جامعه ما باشن. حالا وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم.